بریم سراغ سلام علیکم، یه سلام علیک کنیم با بیننده محترمی توی خونه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بسیار خوش اومدیم به کلاس صبح آشپزی ما. بچه قرار اول صبح یک سری حرکات کششی، نرمشی، ورزشی، چرخشی اینا بریم با هم دیگه. بعدش میریم سراغ درس زیست شناسی و اینکه اون لباس زرداتون رو تنتون کنیم. میخوایم بیم وسط همگی. خب اما امیدوارم حالتون خوب باشه، سالم و سلامت بشین. خب بریم سراغ مبحث ماهیچه. به به، چی هست این ماهیچه؟ ببینم یه لحظه، من این ماهیچه رو بیارم. مبحث ماهیچه مبحثی که من یکی که شخصی خیلی بهش علاقه دارم، یعنی اینکه کافیه شما پاشی بری رستوران بعد ازت غذا بپرسن چی میخوای، بگی ماهیچه. از این چی بهتر اصلا؟ اون ماهیچه های اون رستوران مخصوصا اگه خوب باشه، مثلا حاجسن ماهیچه هاش بد نیست. بعد اینکه ولی خب باز بهتر است، نمیتونست باشه. تبلیغات ممنوعه، دقت کنید. بعد اینکه اینجا بابت این تبلیغ از حاجسن 1,000,000 تومان بچه نقد گرفتم. چی فکر کردین؟ لکی مگه من اینفلوئنسری ام از خودم؟ فصل دو اینجا دیگه سر صبحی کلا گشنتون نمیشه، هرچی بگم هرچی بخورم گشنتون نمیشه. بعد شانس آوردم رفتم تو رژیم دیگه، قرار نیست دور این چیزی بخورم. فصل سه گفتار دو. خب من به جای اینکه بیام راجع به ماهیچه اول صحبت کنم این شکلی، یه انیمیشن دوبله کرده بودم که متاسفانه با سوختن هارد لپتاپم انیمیشن دوبله شدم اون برید، ولی خب انیمیشن کماکان هست و میتونم انیمیشن رو پلی کنم و خودم برای دوبله کنم. اصلا چی از این بهتر؟ چه فرقی میکنه دوبله آنلاین لایو منو ببینی؟ اصلا بهتری که نیست. خب من اینو چیز کنم، اینو ببندم، اینم ببندم، اینو باز کنم، اینو انیمیشنشون منظورم. خب خب بریم سراغ انقباض ماهیچه. ببینیم آقا انقباض ماهیچه داستانش از چه قراره و چه شکلی میخوان ازش سوال بدن و اینکه مکانیسم انقباض رو براتون توی یه جیکسانیه تو 4 دقیقه میخوام توضیح بدیم. چی به چی؟ اصلا این چی میگه؟ این زنه اینجا وایستاده چی؟ این دکمهش رو باز کرد چی؟ آسینش هم بالاست، چی کار میکنه؟ میگه You use muscle every day to do activities. This woman use muscles to breathe, circulate blood and move her hands. دستشو تکون میدوست. چی؟ میگه آقا شما هر روز از ماهیچه هاتون برای فعالیت هاتون استفاده میکنن. این خانم که میبینی استفاده میکنه از ماهیچه هاش واسه تنفس، واسه circulate blood، واسه گردش خون و واسه تکون دادن هستش. خب use muscles every day to do activities. This woman is using muscles to breathe, circulate blood and move her hand to take notes. آم میگه دستشو تکون میده واسه چی؟ این من واسه هم شبه ایجاد شده بود که دستشو چی با تکون میده؟ واسه نوت برداری، کاری که شما زیاد انجام میدید. آره زیاد نوت برداری میکنید. میگه که ماهیچا حالا چند گروه تقسیم میشن. ماهیچه داریم ماهیچه اسکلتی، ماهیچه داریم ماهیچه صاف، ماهیچه داریم ماهیچه قلبی. خب ماهیچه صاف و قلبی شما میدونین غیر ارادی هن، ماهیچه های اسکلتی هم در بعضی موارد غیر ارادی هن، بسیاری از موارد ارادی هن. خب پس همه ماهیچه ها از دم غیر ارادی رو دارن، ولی فقط ماهیچه اسکلتی که ارادی رو داره. اوکی؟ Your cardiac and smooth muscle tissues are involuntary. این والنتری که کسی بهت گفت بدن پس فلو تو خیابون گفتش که میای بریم یه حرکتی والنتری بزنیم، بگو نه عزیزم ما فقط این والنتری میریم. آره یه غیر ارادی این کار انجام میده. I consciously control their actions. Skeletal muscle works under voluntary control. میگه اسکلتال ماسل، یعنی ماهیچه اسکلتی، تحت کنترل والنتری هن، یعنی ارادی هن، بیشتر بیشتر ارادی هن. دقت کن جلوک. Skeletal muscles are composed. آها حالا یه ماهیچه اسکلتی اومد بهت نشون داد ماهیچه میخوری، یه ماهیچه رو بهت نشون داد. خب
یکیشو کشید بیرون، یکیشو کشید بیرون. این که کشیده بیرون از توش، کشیده بیرون از توش، اسمش میشه دست تار. دست چی چی؟ دست تار. اوکی، زیست شناسی واقعا دست جذابیه. این که کشیده بیرون از توش اسمش هست دست تار. حالا هر دست تار، الان چند تا دست تار با هم یه ماهیچه رو ساخت؟ تن سمت چپیه ماهیچه است دیگه، سمت راست ازش کشید بیرون یه دست تاره. چند تا دست تار یه ماهیچه رو می‌سازن؟ چند تا دست تار یه ماهیچه رو می‌سازن؟ حالا هر دست تار خودش از چی تشکیل شده؟ نگاه، of bundles of musk، از چند تار. تار چیه؟ تار یک نوع قسمت هست در وسایل موسیقی، مثلا میگن گیتار، سه‌تار. اسمش تا دقت کردین به لفظ گیتار؟ تا گیتار، چرا حالا اسم رو بشن گیتار؟ خیلی به کلمه خار کم هیچی بشته باشد، شباهت تو گفتاری داشت. آقا اینجا نمیم سر صبحی خوابین یا من هی دارم سعی میکنم که هیچ کی هیچی آخه تایپ نمیکنه اصلا، انگار که من دارم صحبت میکنم سر کلاس، با مثلا خودم با دیوار دارم صحبت میکنم. آره میگفتم جلبک جان، این لیوانی که رو میزنم برای این دارم توضیح میدم. آره لیوان جون، این گیتار منظورش اون گیتار نیست، این یه چیز به معنی نیست دیگه، دارم انگار برای لیوان درس میدم. استنداپ کمدی گذاشتن از صبح تا اینجا. آقا تار، خب خدا رو شکر هستین، حداقل 4 نفر میدونم سر کلاس میدارن. تار تشکیل شده از چند فلکون. تار خودش یک سلول ماهیچه‌ایه. این که الان کشید بیرون یک سلول ماهیچه‌ایه، یک تاره. خب چند تا تار یا چند تا سلول ماهیچه‌ای با همدیگه دست تار رو میسازن که اون دست تارها هم ماهیچه رو میسازن. پس تا حالا از چپ به راست ماهیچه، وسطی دست تار، سمت راستی تار یا سلوله. اوکی، اگه رو تار رو نگاه کنی، نگاه کن این بنفشه هست، میبینی بنفشه اینجا رفته توش. بنفشه یعنی در واقع این نزدیک به سطحش هم هست. بنفشه با اون بنفشه‌ای که آیت الله تبریزیان گفتش که باید چیز کنی، شیاف کنی، اون فرق میکنه. اون بنفشه رو استفاده میکردن واسه اینکه روغن سوزی نیفتین شما. این بنفشه هسته است در واقع. بنفشی که شما اینجا داری میبینیم بچه چیه؟ هسته است. هسته این سلول‌ها در کنار قرار گرفته. هسته‌شون کجاست؟ در کنارشون قرار گرفته. و اینکه همین دیگه، هست در کنار. الان یه سلول ماهیچه اسکلتی، یه نکته از کل از همون فصل دوی دوام داشتیم میگفتیم، آقا سلول ماهیچه اسکلتی دقت کن چند تا هسته داره. دلام از سب سلول ماهیچه اسکلتی جلو تا دیگه نگاه کن، سلول ماهیچه اسکلتی چند تا هسته داره؟ هستش کدوم گوریه؟ هستش در کنار قرار گرفته. آره هستش در کناره، نکن هسته. مثل کدوم سلول که هستش رو در کنار بود؟ مثل سلول‌های نوروگلیا، مثل سلول‌های تار کشنده، مثل سلول بافت پوششی استوانه‌ای، مثل سلول‌های چربی، مثل سلول‌های لنفوسیت بی پاتنساز، مثل سلول‌های شعله‌ای برای چی جلبک؟ حالا شعله هم میشه گفت. مثل سلول های گیاهی که واکوئل مرکزی دارن. آوری کلا کلن سلول خط جانبی ماهی اون سلول های بودون پایین بودن. اینا سلول هایی هن که هسته شون در یک گوشه قرار گرفته، در یک کنار قرار گرفته. بزاق ساز هم میشه آوری کلا. نموردیم و 4 نفر رو حرف اومدن.
آره از تو روناتون بیایم بیرون، پتو رو بزن کنار. آره امو جون. خب اما یکی چیزی پرسید این وسط مسطا، هسته تارچه وسطی ها چی؟ آها آها، هسته مخصوص تاره، هسته مخصوص چی چیه؟ تاره دیگه، تارچه هسته نداره که. آقا تارچه قسمت هاییه که تار رو میسازه، تارچه دیگه هسته نداره جلبکا، تارچه دیگه سلول نیست، تار سلوله. رواله. خب muscle fibers. Muscle fibers are long cylindrical cells. میگه سلول استوانه دراز، یعنی این سلول مایچه اسکلتی. Containing several nuclei. که چند تا هسته داره. باش. تخیل. Muscles will contract or relax. حالا ماهیچه ها تحت تأثیر یکی هورمون ها قرار میگیرن واسه فعالیتشون، یکی هم نورون ها قرار میگیرن، یعنی نورون و هورمون میتونه دستگاه ماهیچه یه اسید گذار باشه. اوکی، مثلا نورون میتونه دستور بده که منقبض بشه یا منقبض نشه. نورون میتونه دستور انقباض بده یا نده. Relax when they receive signals from the nervous system. اینا اگه پیامی رو از دستگاه عصبی بگیرند منقبض میشوند. اوکی. A neuromuscular junction is the site of the signal exchange. به این سیناپس میگن neuromuscular junction یا سیناپس ماهیچه عصبی. خب به این میگن سیناپس ماهیچه عصبی. This is where the synaptic bulb of an axon terminal at اینجا جاییه که پایان آکسونی وصل شده به، حالا مثلا غشای اینجا، البته اتصال فیزیکی نداره، نزدیکش قرار گرفته به غشای سلمایچه‌ای. And muscle fiber connect. Muscle fibers are composed of many. حالا هر تار خودش از چی تشکیل شده؟ هر تار از تعداد تارچه تشکیل شده. الان ما داریم یه تار رو میبینیم که اگه نگاه کنی راه راه شبیه گوره خره، راه راهه. خب تارها هم راه راه هنها. Myofibrils. هر تار از تعداد تارچه. A myofibril can. این یه تارچه. Contains. خب وای سمج. تارچه ها هم راه راه هن. یه سوال بپرسم، یه سوال به نظر شما چرا گوره خرا راه راه هم؟ بچه ها چرا گوره خرا راه راه هم؟ نه چرا راه راه هم؟ بارکد دارن قابل تشخیص بشن. خواستم خودم بگم ولی گفتی مادرشون سیاه بوده پدرشون سیاه، بالعکس داخل خود زنگ بزن داخل خود. گورخر ایرانی راه راه نیست چرا؟ آفرین سوال قشنگی پرسید. گوره خرا ایرانی هم مشابه خران. کسی بلد نیست؟ اگر آره نیست از کجا میفهمیم فرق گوره خرا خر چیه؟ خب من بگم تولید معنی بارکد ندارن. آره نمیشه. آقا اومدن یه کاری کردن، اومدن گفتن که چرا گوره خر اصلا فقط راه راه باشه. دانشمنده اومدن گاوها رو تو همون آفریقا اینا شروع کردن رنگ کردن، سیاسفیدشون کردن. خب بعد دیدن گاوهایی که سیاسفیدن
کمتر توسط پشه ها گزیده میشن. واسه همینه که گورخر هم سیاسه بیدن، چون تو اون ناحیه احتمال نیش خوردنشون رو کمتر میکنه. آره، بعد اینکه هیچ ربطی به این قسمت نداشت، ولی گفتم همینجوری که اینم راه راه بود، اونم راه راه بود، گفتمش ربط دادم. گورخر ایرانی راه راه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا انقدر پشه نبوده که آفریقا بوده، تو تکاملش این اتفاق افتاده. اونا که راه راه بودن کمتر آسیب میدن اونجا. خب چقدر بیمربوط مسخره. گورخر سفیده با خطای مشکی مشی و خطای سفید. این هم سوال قشنگی. باید نگاه کنید باید گورخر اکثرا سفید هم با خطای مشکی، چون بقیه اون گورخرهایی که راه را نیستن سفید هم اکثرا. آره، اما خب حالا یه تارچه رو نگاه کنید. یه تارچه تشکیل شده از contractile units called واحدهای انقباضی. یه تارچه از مثلا 100 تا واحد انقباضی تشکیل شده. ای چه میپری پسر، از 100 تا واحد انقباضی تشکیل شده. واسه شما هم میپره؟ نه. از 100 تا واحد انقباضی تشکیل شده به اسم سارکومر. سارکومر، سارک میشه ماهیچه، مر مثل اون مونومر بود، واحد سازنده ماهیچه است. Sarcomeres run adjacent to one another down. Sarcomere ها میگه به صورت متوالی پشت سر هم قرار میگیرن. مثلا یکی دو تا 10 تا 100 تا سارکومر میاد پشت سر هم، یه لوله رو میسازه. اسم اون لوله رو میذارن تارچه. اسم اون لوله رو میذارن چی؟ تارچه. آقا تارچه ها سلول نبودن، اون تار بود که سلول داشت، تار بود که هست داشت، تار بود که شبکه اندوپلاسمی و میتوکندری و نمیدونم جسم گلژی و کل این چیزا رو داشت. اما تارچه اینا رو نداره ها، تارچه دیگه هسته نداره. The length of the myofibril. خب یه اتفاقی واسه این سارکومره میفته. این سارکومرها میتونن کوتاه بشن، میتونن کوتاه بشن، میتونن کوتاه نشن. آره خیلی سخت بود این قضیه. میتونن کوتاه بشن یا نشن. دیگه کن. Each sarcomere consists of alternating thick and thin protein filament. میگه هر سارکومر تشکیل شده از یه سری رشته های پروتئینی نازک و ضخیم. نازک و ضخیم. Thick میشه ضخیم. Thin میشه نازک. مثل من. اوکی. نیا کن. یه سری رشته های پروتئینی نازک داری، یه سری رشته پروتئین ضخیم. حالا بررسی میکنیم. نگاه. giving skeletal muscle its striated appearance. میگه این رشته های پروتئینی هستن که در واقع به ماهیچه های اسکلتی ظاهر مخطط میدن، ظاهر گورخری میدن. The muscle contracts when these filaments slide past each other. ای چی شد؟ ماهیچه منقبض میشه وقتی این رشته های پروتئینی کنار هم دیگه وول میخورن. نگاه. The thick filaments are myosin. به این رشته های ضخیم که اون وسط هست بچه ها میگن میوزین. میگن چی؟ میوزین. Which are anchored at the center of the sarcomere. که کجا قرار گرفتن؟ میوزین ها تو سطح میدیال وسط میانی قرار گرفتن. میوزین ها تو سطح میانی قرار گرفتن بچه ها. Called the M line. تو خط M، تو خط مدیال، تو خط میانی. خط M تو کتاب درسی شما نیست. The thin filaments are composed of the protein actin. رشته های نازک که دو طرف هستن، هم سمت راستشه هم سمت چپشه، اسمش هست اکتین. Which are anchored to the Z line. اکتین ها به خط زد وصلن. نکن آمازون یه شعار داره از A تا Z. نکن این از A وصل شده به Z. A وصل شده به چی؟ به Z. اوکی اکتین وصل به خط Z. On the outer edges of the sarcomere. میگه در لبه یه سارکومره اکتین ها. Cause the actin filaments are anchored to the Z lines. The sarcomere حالا یک
حالا اینجا رو، حالا اینجا رو، اینجا اینجا. وقتی اکتین ها شروع میکنن به سمت همدیگه حرکت کردن، سارکومر رو ما میگفتیم از یه خط زد تا یه خط زد دیگه میشه سارکومر. خب وقتی اکتین ها به سمت همدیگه حرکت میکنن، این دوتا خط زیگزاگی به سمت هم حرکت میکنن، سارکومر ها کوتاه تر میشن. سارکومر ها چی میشن؟ کوتاه میشن. وقتی این اکتین ها به سمت هم حرکت میکنن، سارکومر ها کوتاه میشن. حالا چشماتو واکن عزیزم، واکن، واکن بیشتر، نه نه بیشتر واکن. آه کافیه دیگه، با نکن الان میترکی. آقا چشماتو باز کنی اینجا میبینی که اکتین ها، اکتین ها کوتاه شدن. اکتین کوتاه شد. سوال، سوال، آیا اکتین و میوزین در این فرایند کوتاه میشوند؟ نه کوتاه نمیشن. اکتین و میوزین جماعت کوتاه نمیشن. اوکی، میگه شهرمنده دیگه رسیدن، اشکال ترافیک بود، من خودم شاهدم. اوکی، خب اما پس اکتین و میوزین کوتاه نمیشن دیگه. تله تستی خوراک این قسمت اینه، اکتین میوزین کوتاه میشه. نه چی چی اکتین میوزین کوتاه میشه. اوکی، حالا elements slide along the myosin film. من اون فیلم، یه فیلم گذاشته بودم قبلا آپلود کرده بودم، یه فیلمم الان اینجا در دست آپلود داشتم، یعنی تموم شده آپلودش. بعد فیلم از مثلا دو سه روز نزدیک به 300 تا بازدید خورده. من آقا من 300 تا دوازدهم نداشتم ولی خیلی بازدیدش زیاد. ها اما بریم، چهل نفر سر کلاس هم، چند تا دوازدهم من سر کلاس هم نیستن. صد و فکر کنم خورده سر کلاس نیستن، صد و خورده نفر. elements محبوب بودن، پاپیولر بودن، همین چیز هم داره دیگه، فن پیج میذارن. آقا اینجا حالا ببینیم چه شکلی اینا میتونن کوتاه بشن. اصلا مکانیسم انقباض ماهیچه از اینجا شروع میشه. اینجا میخوام وسط مکانیسم انقباض ماهیچه بگم. نگاه کن. So the action between the filaments is رشته های میوزین از چندین رشته پروتئینی دیگه تشکیل شده. این ساختار چهارم پروتئین ها که برای شما حذف شد. حذف یا حذف شد؟ باری کلا حسفیات بچه ها، خوراکشون حسفیاته. بله حسف. آقا این ساختار چهارم پروتئین ها رو داره. چرا؟ چون که اگه نگاه کنی میبینی که چند تا رشته اومده کنار هم قرار گرفته و میوزین رو ساخته. میوزین بنفشا با هم دیگه با اون طلایی وسطشون با هم میشه میوزین. خب خودش از چند تا رشته های پروتئین دیگه ساخته شده. Described as sliding. این میوزین ها یه سرای بنفش دارن، یه دمای طلایی دارن. سر و دم، سر داره و دم داره. شما رو یاده که میندازه؟ هیچی. سرهای بنفش داره و دم. این سرهای بنفششون اکتین رو که میبینن بلند میشن، سر به احترام اکتین بلند میشه، میچسبه به اکتین. سر میوزین به احترام اکتین بلند میشه، وصل میشه به میوزین. به کجای میوزین وصل میشه؟ به این نقاط طلایی میوزین وصل میشه، به این نقاط طلایی اکتین وصل میشه. ناکن رو اکتین رو صورتیه، یه سری نقطه طلاییه، نقطه های طلایی 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 طلایی. خب این سرای میوزین وصل میشن به نقاط طلایی. سرای میوزین وصل میشن به نقاط طلایی. ببین سن فیلمنت اکچولی پولز دی. بعد چی کار میکنن؟ خم میشن، اکتین رو میکشن به سمت داخل، میکشن به سمت خودشون که رفقای بیشتری بتونن بهش وصل بشن. خب اینا تک خور نیستن برخلاف شماها. اینا وقتی یکیشون وصل میشه به نقطه طلایی، این نقطه طلایی رو میکشه به سمت بقیه رفیقاش که استفاده کنن. Acting along its length.
نگاه the cross بلند میشه میچسبه به این نقاط طلایی بعد اینو هول میده به سمت داخل به سمت وسط bridges of the myosin filaments attach to the actin filaments and exert force on them to move خب گرفتی اینو پس سر میوزین باید وصل بشه به این نقاط طلایی اکتین اینو بکشه به سمت داخل This action is known as the sliding filament به این حرکت میگن حالا مهم نیست چی میگن حرکت پارویی Okay. Of muscle contraction. In this model, the sarcomeres shorten without the thick or thin filament. میگه تو این روش سارکومرها داره کوتاه میشه کم کم دیگه نه این بالاخره اکتین تهش به خط زد وصل بود خط زد هم داره همیت به سمت داخل وقتی که اینو داره اتفاق میفته میگه پروتئین اکتیمیوزین کوتاه نشد کوتاه شد نه پروتئین اکتیمیوزین کوتاه نشد که It's changing in length. A contraction begins when حالا ما واسه این که انقباض ماهیچه رو داستان کنیم واسه انقباض ماهیچه را بندازیمش دو تا مورد میخوایم همینجوری نمیتونیم هر وقت عشقی اکتینا رو بچسبونیم به میوزینا اینو هول بدیم مثلا داخل که این اتفاقی نمیفته که قرار نیست این اتفاق همینجوری کشکی بیفته پس چی؟ صبر کن من اینجا دو تا چیز میخوام اگر دو تا چیز باشه اون کار انجام میشه اگه نباشه که اون کار هم انجام نمیشه اون دو تا چیز چند؟ الان بتونید دندون روی چیز بذار جگر الان بتونید آقا من واسه انقباض ماهیچه دو تا مورد میخوام یکی ATP میخوام که اینجا اومد نشون داد حتما انرژی باشه اگه انرژی نباشه که کلا انقباضی هم در کار نیست یکی هم کلسیوم میخوام چی میخوام؟ کلسیوم پس من هم ATP میخوام هم کلسیوم اوکی؟ ATP اول داستانش رو توضیح بدیم ATP قبلا تو کتاب درس شما توضیحاتش مفصل بود بعد یه شکلی بود که سراسری 98 سوال دادن ازش زدن شکل ترکوندن سال بعدش بعد دیگه هیچی شما واسه همین واسه شما ATP اینا خبری نیست خب نمیخونید ATP دقیقا الان این شکلی و اون شکلی و چسبیده متصل اینا گرچه من تو تست ها برده بودم که متاسفم دو تا تست این شکلی برده بودم اما ها شما راجع به شما برای هفته بعدتون وقتی وارد سایت بشین اصلا امروز من بهتون آزمونتون که شده 11 امروز راجع به آزمونتون یک کلیپ آموزشی براتون میذاریم که برین و تو سایت و ایش فلان و اینا رو شرکت کنین و اینا رو بهتون میگم که چه شکلی شرکت کنین اینا رو امروز بعد از ظهر همه تو در جریان باشین بعد اینکه واسه 14 فروردین به بعد واسه شمایی که شاگرد منین واسه هر فصلتون یه پکیج تست دیگه هم دوباره داریم میذاریم که شما علاوه بر اینکه اونا رو دارید علاوه بر اینکه به بانک سوال کویز هم وصل میشین بلکه تست هم داشته باشین که هر موقع عشقتون کشید این تست دارم بذار اینم گفتم الان بگم یاد اومد این فیلمی که واسه تون فرستادم رو حتما ببینید واسه بعد از ظهر واسه شرکت در آزمون بعد حتما بعد از اون چک کنید برید تو آزمون همینجوری چیزی نرید فردا ساعت 11 آزمونه فردا ساعت 11 صبح آزمون زیست داریم خب همینجوری کشکی نرید تو آزمون قبلش باید برید تو سایت خب اما این تصویر رو چی دادم ATP یه ATP میخواییم نگاه کن ATP به چه دردی میخوره نگاه اولین ATP استفاده میشه تا چه اتفاقی بیفته تا سر میوزین بلند بشه بیاد بالا و متصل بشه به اکتین ها And a bound ATP is hydrolyzed to ATP میشکنه به ADP و فسفات و این انرژی شکستنش رو میده به سر میوزین واسه بلند شدن ADP and inorganic phosphate سرش بلند میده This causes the myosin head to extend and can میچسبه هول میده بلند میشه میچسبه هول میده attached to a binding site on actin به سه نقاط طلایی میچسبه میگه کن forming a cross bridge یه پل متقاطع می‌سازه این اسمی چرت و پرتی پل متقاطع دو چی گفتی اکشن کالد و هولش میده به سمت داخل این بازیکن بله پاور استروک از تریگرد حالا
این داره انقباض انجام میده. داستان اینجاست. داستان اینجاست که الان این میوزینه میخواد کنده شه که دوباره به چسب دوباره هول بده به سمت داخل. توی یک ثانیه یه سر میوزین، ببین این سر میوزین نیست، این سر میوزین نیست، وصل میشه هول میده به سمت داخل. توی یک ثانیه هزاران بار این میچسبه وصل میشه کنده میشه دوباره میچسبه وصل میشه کنده میشه دوباره. هزاران بار توی یک ثانیه داره این اتفاق میفته، توی یک ثانیه هزاران بار داره این اتفاق میفته توی یک ثانیه. اوکی؟ پس اگر نگاه کنیم خیلی سرعت بالایی داره لامصب، خیلی باید بالا باشه یه همچه سرعتی توی یک ثانیه هزاران مرتبه. Allowing myosin to pull the actin filament toward the M line, thereby shortening the sarcomere. خب واسه این که این سر میوزین ول کنه اکتینو، ول کنه که دوباره بتونه جلوتر بچسبه هولش بده، میگن آقا ولش کن غلط کرد. میگه نه ولش نمیکن، من ول کن ماجرا نیستم. میگه آقا تو رو خدا ولش کن، این اصلا اشتباه کرد بیجا که تو به بزرگی خود ببخش. میگه نه، میگه آقا چی بهت بدیم ول کنی، چی میخوای اینو بگو، چی میخوای ما ول کنیم، یه کاری کنیم ول کنیم. میگه من ATP میخوام. یعنی ATP میخوای؟ باش. P and inorganic phosphate are released during. اول ADP و فسفاتو ول کن، بعد بیا این ATP رو کوفت کن. The power stroke. The myosin remains attached to actin until a new molecule of ATP binds, freeing the myosin to either go through. دوباره این اتفاق میفته. یه سوالی بپرسم، وقتی که میمیریم چی میشه؟ بذار سوالم واضح تر پرسم، چرا تو این فیلم وقتی یه نفر میمیره پلکاشو اینجور میکنن؟ من خیلی وقت خود مرده بودم اینجوری. چرا پلکاشو میبندن؟ یه کمی واضح تر صحبت کن بابا. آفرین. چون اگه نبندن ما یه فرایندی داریم به اسم جمود نعشی. کسی شنیده جمود نعشی رو؟ تا حالا سردخونه رفتین؟ تا حالا مرده داشتن میشستن رفتین بالا سرش؟ تا حالا مرده شستین؟ تا حالا مرده خوردین؟ نه اون چی اشتباه بود. یه سوال دیگه هم بود که اونو فقط سرکرس های پسر رو نمیپرسیدم هیچی، پسر خودشون در جایه. اما میخواستم اینو بگم که آقا شما بالا سر مرده که برین دارم میشورنش، وقتی مرده رو چیزه رو تخته دارم میشورنش، یه دست بهش میزنی، دست به بدنش میزنی، میبینی سفته. این سری دست بزن، این سری مرده رو تخت مرده شور خونه بود، دست بزن بدنش، خب میبینی سفته، باید غسل کنیم. آبارکلا دست بدن مرده باید بزنی میبینی سفته. مرده شور خونه نمیزن بریم تو، چرا میذارن؟ کی میگه نمیذارن؟ بستگی داره، آشنا باشی نباشی. شما دختر بودین روحیتون لطیف بوده نذاشتین، نذاشتن برین تو. آره اون همه دارن گریه میکنم، فکر کن تو میخوایی. من فقط اومدم یه انگشت بزنم بعد همونجا. آره
به مرده بی احترامی میکنی؟ میدونم چی کارت کنم، یه قبر دیگه بکنی لطفا، یه قبر دیگه کنارش بکنی. اما پوست و رنگ تنشون بنفش میشه، بنفش هم میشه. مرده ما بیره دست دادنه، دست دادن نه، مرده رو پا زدن. نمیدونم حالا آقا اگه این کار رو بکنی، بری به بدن مرده دست بزنی، لال شدن. بدن مرده دست بزنی میبینی سفته. خب مرده حرمت داره، نه لذت، میبینی سفته. حالا که سفت، چرا سفته هستن؟ به خاطر اینکه ماهیچه‌هاش منقبضه. چرا ماهیچه‌هاش منقبضه؟ یه مرده همونجوری که مرده مرده، تو نمیتونی این دستش رو بالا و اینجوری کنی، این شکلی اینجوری داری کنی، دست رو زیر سرش وقتی داری میشوری. خب خیلی آزادی عمل نداری، داری یا نه؟ خیلی زیاد باز میشه یه ذره. اگه میبینی مرده اینجوری دستش میره بالا، اینجوری بالا میفته پایین، این تازه مرده. انگشتش اینو بول میخوره، این تازه. اگه نه مثلا اگه یه مدت طولانی باشه مرده باشه، این دیگه انگشتش جور خم نمیشه. حالا اگه میگه همراهی نمیکنه، خدا بیامرز، حالا اگه هم مرده پا شد اومد افتاد دنبالت، اون دیگه زامبی شده، اون مرده نیست. اون دیگه بدون که داری خواب میبینی چی کمتر بدین. اما حالا اون دیگه واکینگ دده. پس واسه همینه که پلکاشون میبندن، به خاطر اینکه این پلکا باید بسته باشه که دارن میشورنش، همه رو این شکلی نگاه نکنه. بکن داری یکی رو میشوری و همهش اینجور نگاه کنه، بعد یه دستش واسه هم چشاش تکون بخوره. بچه ها شب فیلم خواب ترسناک میبینن. خب آب میره توی چشم، گناه داره. یه هم اصلا میگه آقا من از این شامپو نمیزنم. شامپو میگه من از این شامپو نمیزنم، از اون شامپو دیگه بزن. همه خوشحال میشن، البته جز اون واکره دهن سرویس. من نه اصلا. خب من رفتم، آره آی که بستگانم مرده بود رفتم، بعد دستم زدم، بعد داشتن میشستنش گفتم تو گوش داداشم، داشتم میگفتم که این دوچار جمود نعشی شده. بعد داداشم خفه شو الان اینجا بحث زیست شناسی نکن. دست نزده نمیدونم، فقط فیلم گرفتی. بعد اینکه نه الان که نرفتم، تازگی نرفتم، خیلی قبل تر رفته بودم، اصلا 5-6 سال پیش. خب پس واسه همین چشوش نمیدونم. چرا؟ به خاطر اینکه لخته. چی لخته؟ مرده؟ نه پس اصلا لباس تنش، آره دیگه لخته، با لباس میشورن. فیلم ایرانیه مگه؟ با لباس زنو میرن همون شامپو میزنه، همچنان روسری سرشه، روسری شامپو میزنه. با مانتو میره زیر چیز دوش. آره دیگه پنبه میزنم تو گوش و سوراخ‌های دیگه دماغ و اینا. اما پس واسه همینه که این کوفتیو باید قبلش پلکاشو ببندی، اگه نه دیگه بسته نمیشه، اگه نه دیگه اون موقع چیز میشه، بسته نمیشه. خب پنبه میذارم برای چی؟ پنبه میذارم به خاطر اینکه عفونت نکنه اون موقع. اما فکر کنم میبینم که اگه زیر خاک بود و بیدار شد نتونه داد بزنه. نه دارم شوخی میکنم. خب اما
پس جدا شدن سر میوزین از اکتین ها نیاز به مصرف انرژی داره. جدا شدن سر میوزین از اکتین نیاز به مصرف انرژی داره که این باید ATP مصرف بشه. یعنی حتما به حالت استراحت در اومدن ماهیچه و به انقباض در اومدن ماهیچه هر دوتا نیاز به مصرف انرژی داره. هر دوتا اینها نیاز به چی داره؟ هر دوتاشون نیاز به پیام عصبی داره. ما پیام عصبی استراحت ارسال میکنیم، پیام عصبی انقباض ارسال میکنیم. دو نوع پیام عصبی ارسال میکنیم، پیام عصبی دپولاریزیشن و پیام عصبی رپولاریزیشن میفرستیم. مثلا خیلی بلاکچریم آقا، پیام عصبی میفرستیم واسه انقباض، یه پیام عصبی میتونیم بفرستیم واسه استراحت. پیام عصبی واسه انقباض موج منفی 55 رو میفرستیم به سمتش، پیام عصبی واسه استراحت موج منفی 85 رو میفرستیم به سمتش. اوکی، موجش چی؟ منفی 85 میفرستیم به سمتش. منفی 85 واسه استراحت، منفی 55 واسه انقباض. خب این است. اما اینج through another cycle of binding and more contraction or remain unattached to allow them. سینابس مهاری داریم دیگه. آره سینابس مهاری داریم واسه ماهیچه. میهیچه muscle to relax. خب اما اینجوری که هر وقت ATP بود پس انقباض انجام میشد دیگه، یعنی هر وقت ATP بود ما دائم الانقباض بودیم. آره ما دائم الانقباضیم، یه سری هستن ولی خب ما نیستیم که. آقا ناقل سیناپس مهاری کلور میتونه باشه، میتونه خروج پتاسیم هم باشه، انواع اقسام سیناپس مهاری داریم، بعد دانشگاه میکنیم. خب ولی ما دائم الانقباض نیستیم. سخن بزرگ کن آقا، ATP همیشه هست. خب این اکثر اوقات هست. حالا ATP که هست یعنی همیشه انقباض انجام میشه؟ نه، واسه انقباض نیاز به یه چیز دیگه هم داریم. نیاز به چی داریم؟ نیاز به یون کلسیوم هم داریم. نیاز به یون کلسیوم هم داریم. یه سری رشته های بنفش روی دو تا چهار تا پروتئین آبی اضافه کرد اینجا. این آبی ها که شبیه چیز پشکله، یه دو تا تناب بنفش اضافه کرد با یه چهار تا پروتئین آبی. اینا چیه بچه ها؟ ببینیم با هم اینا چیه. Muscle contractions are controlled by the actions of calcium. The thin actin filaments are associated with. بلوبری خیلی لاکچری بود. آخه مثلا من هنوز خودم نخورم بلوبری، اصلا پیشکرم نخورم دیدم حتی اول. Regulatory proteins called troponin and tropomyosin. اینجا اون پشکلا آبیا اسمشون هست تروپونی. اون پروتئین بنفش خط رشته اسمش هست تروپومیوزین. خب حالا تروپومیوزین ها رو اگه نگاه کنی بعد جایی نشستن. کجا نشستن این پروتئین تروپومیوزین ها؟ این پروتئین تروپومیوزین ها نشستن اون نقاط طلایی. نه وای نمیستم پشکل نیا کنم. دام پزشکم بالاخره چیز چهار تا تالت دیدم، گوسفند دیدم که تو چیز طبیعت بیرون ماینه پشکل آبی فقط مخصوص گوسفنده یه استان. چرا پشکل آبی میشه؟ به خاطر دلایل علمی دام پزشکی که دیگه در مقوله ما نمی گنجه. اصلا اگه نمیگفتم حتما به تو وقتشو ندهیم، اگه نه توریسیم داده باشه. آقا اینجا آفرین گوسفنده حتما بوله. اینجا اگه نگاه کنی اون تروپومیوزین اون خط بنفشه رفته روی اون نقاط طلایی زرد رنگ نشسته، اون نقاط طلایی زرد رنگ رو بلاکه کرده. بلاکه چه کلمه با کلاسی. وقتی اون رو بلاکه شدن دیگه سر میوزین نمیتونه وصل بشه به اون زرد. سر میوزینه میخواد بیاد بالا وصل بشه، میبینه بسته است. سر میوزین میگه چیکار کنیم این بکشه بالا ما بتونیم وصل بشیم به اون زرده؟ میگه این کار رو باید بکنیم، باید بهش کلسیوم بدیم. یه کلسیوم میاریم میذاریم تو جیب این تروپونین ها. When a muscle is relaxed, tropomyosin blocks the cross-bridge binding sites on actin. یه وقتی استراحت کرده خب این شکلیه. اما وقتی میخواد انقباض انجام بشه کلسیوم میاد میچسبه. When calcium ion levels are high enough,
when calcium ion is level is high enough. میگه وقتی مقدار ایون کلسیم به اندازه کافی بالا باشه and ATP is present و ATP هم باشه دو تا شرط گذاشت. Calcium ions bind to the troponin. کلسیم ایون های کلسیم میچسبن به این آبیا. Which displaces و این آبیا چیکار میکنه؟ بنفشا رو جدا میکنه. اون زرد لخت شده. زرد جماعت لخت بشه حالا بنفشه بهش وصل میشه. حالا میتونیم بنفشه رو بچپونیم توش. اینجا ای بابا حالا بنفشه سر میوزین میتونه وصل شه به زرد. Tropomyosin exposing the myosin binding sites on actin. This allows myosin to attach to a binding site on actin forming a cross bridge. حالش میده. حالا پس یکی کلسیم یکی ATP. ATP که داستانش رو توی انقباض مایچه اینا آشنایی. اما کلسیوم از کجا اومد؟ از کجا بفهمیم اصلا کی باید کلسیوم بیاد کی نباید کلسیوم بیاد؟ اینجا دیگه بستگی داره به چی؟ بستگی داره به یه لحظه بخشید از شبکه اندوپلاسمی میاد. بله اینجا بستگی داره به دستور که نورون بهش داده، به اون سیناپسی که تو نورون هست. Calcium ions are stored in the sarcoplasmic ring. کلسیم تو شبکه سارکوپلاسمی یا همون شبکه اندوپلاسمی که دور تارچه ها هست. این انگشت منو میبینی؟ این انگشت منم میبینی؟ این انگشت منم میبینی؟ اونو ننبید تو. این انگشت ها رو من هر کدوم معادل چی دارم در نظر میگیرم؟ این انگشت ها رو معادل با تارچه دارم در نظر میگیرم. خب این انگشت ها هر کدوم معادل تارچند. دور هر تارچه یه شبکه اندوپلاسمی پیچیده. دور هر تارچه یه شبکه اندوپلاسمی پیچیده. نه دور هر کدوم از این یه شبکه اندوپلاسمی پیچه. این دورش یه شبکه اندوپلاسمی، این دو تارچه، این تارچه و این تارچه. چهار تا تارچه دارم، چهار تا شبکه اندوپلاسمی دورشون پیچیده. خب توی شبکه اندوپلاسمی ها کلسیم ذخیره شده. Reticulum and are released in response to signals from the nervous system to contract. اینا در اثر پیام عصبی که از مایچه از نورون میاد میتونن کلسیمشون آزاد کنن. ببین چه شکلی. اگر سیناپسی که اومده، اگر سیناپسی که اومده دیگه عینک هم ندارم که این حرکت رو برم بدم بالا، خیلی بد شد. اگر سیناپسی که اومده سیناپس تحریکی باشه چه ببینیم چه اتفاق میفته. Neurotransmitter molecules are released from a neuron. انتقال دهنده عصبی تحریکی آزاد شد و فرآیند اگزوسیتوز. انتقال دهنده عصبی تحریکی آزاد شد. And یه سری یون سدیم میاد داخل. گوش کن، گوش کن اینجا به من. ببین یه سری یون سدیم میاد داخل. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ اینجایی آها همینجون داشتم دنبالت میگشتم، خوب شد پیدات کردم. ببین یه انتقال دهنده عصبی میچسبه به این کاناله روی قشای مایچه. خب این کانال باز میشه. کانال که باز شد چه اتفاقی میفته؟ کانال که باز بشه یه مقدار یون سدیم میاد داخل. یون سدیم که میاد داخل ولتاژ سلول مایچه تغییر میکنه. ولتاژ چجوری تغییر میکنه عزیزم؟ ولتاژ این شکلی تغییر میکنه، مثل دقیقاً نورون ها که یه اختلاف ولتاژی دارن به بیرون، این مایچه هم همین شکلی هن. یعنی کلا همه سلول بدن با بیرونشون یه اختلاف ولتاژی دارن. اوکی این یه مقدار یون سدیم که در اثر انتقال دهنده عصبی تحریک اومد داخل باعث میشه داخل سلول تحریک بشه، ولتاژ سلول به سمت مثبت شدن بره. یه موج مثبت شدن تو کل مایچه پخش میشه. این موج مثبت شدن تو کل مایچه پخش میشه انگار شبیه یه چیزه، شبیه یک شوک الکتریکی. انگار ما بهش مایچه شوک الکتریکی دادیم. این شوک الکتریکی یهو تو کل مایچه پخش میشه، بعد روی شبکه اندوپلاسمی یه سری کانالای پروتئینی کلسیمی هستن که وابستن به ولتاژ. وقتی ولتاژ داخل سلول تحریک بشه تغییر کنه،
این کانال ها باز میشن، بعد کلسیوم از داخل این کانال ها با فرایند انتشار تاثیر شده میره بیرون. یه بار دیگه اینجا تو خود این میگه bind to receptors which بس شد، انتقال نه عصبی بس شد. بعد چه اتفاقی میفته؟ یون سدیم میاد داخل، سدیم میاد داخل، یه شوک الکتریکی به ماهیچه ایجاد میشه، این شوک الکتریکی تو کل ماهیچه پخش میشه. نگاه کن. Depolarizes the membrane of the muscle fiber. The electrical impulse travels down the T-tubules and opens خب. تو کل ماهیچه پخش میشه، تو قشای شبکه سارکوپلاسمی هم پخش میشه. همینجوری میره جلو. تو طول تار. بعد چه اتفاقی میفته؟ تو قشای شبکه های سارکوپلاسمی یه سری چیز کانال دریچه داره وابسته ولتاژ، که این کانال دریچه داره وابسته ولتاژ باز میشن و یون کلسیوم میریزه بیرون. یون کلسیوم که میریزه بیرون چه اتفاقی میفته؟ میریزه تو تارچه و تارچه منقبض میشه. Calcium stores. Calcium ions flow to the myofiber. یونی کلسیوم ریخت توی تارچه و انقباض انجام شد. اوکی. Where they trigger a muscle contraction. کلسیوم با انتشار تحصیل شده میره بیرون و با انتقال فعال برمیگرده. موقع استراحت با انتقال فعال برمیگرده. As the actin and myosin slide along each other, the entire sarcomere shortens as the Z lines draw closer to the M line. As the یه وقتی اینا به هم نزدیک میشن، اکتین میوزینا کلا به سمت هم دیگه دارن وول میخورن و اکتینا به هم نزدیک میشن، چه اتفاقی میفته؟ کل سارکومر ها کوتاه میشن، سارکومر ها که کوتاه بشن، تارچه ها کوتاه میشن، ماهیچه کوتاه میشه. Sarcomeres in myofibrils contract, the entire muscle fiber will shorten. When muscle fibers contract in unison, یه وقتی واحدهای ماهیچه منقبض بشن، muscle can produce enough force to move. ماهیچه میتونه به اندازه کافی نیرو تولید کنه تا اجازه بده شما نوت برداری کنی. تو فقط نوت برداری کن. Move the body, allowing you to take notes. اما بریم سراغ چی؟ گفتار دو. میگه بدن انسان بیش از 600 ماهیچه اسکلتی داره. یه ساعت داریم چه چرتی میگیم. وقتی خطوط زد به هم نزدیک شدن، خط زد کنه چطور رجعت مخالف حرکت کنه؟ ها؟ ببین اینجا یکو ای درست شده این مثل آدم. این وسط ماهیچه است. این سارکومر وسط ماهیچه است. خب این به این ور و این به این ور حرکت کن. اینا دیگه همه به این ور حرکت کن. اینا به این ور حرکت کن. همه به سمت وسط. آها. آره. حالا هیچ کدوم تو نمیدونستی نه. خب میگه که آقا با انقباض خوش بسیار از حرکات بدن ایجاد میکنه. با این مایچ ها در سالهای قبل آشنا شدید. شکل 9 بعضی از این مایچ ها در بدن انسان نشان میدهد. خب بعضی از این مایچ ها رو بیم نگاه کنیم چه مایچ هایی داره نشون میده. بند خدا، این بند خدایی که انگار قسطای بانکش عقب افتاده، این دستش رو گذاشته اینجا، یا شاید هم که دختری رفته آتلیه عکس بگیره، از این سوسول بازی ها در میاری شما. میرن آتلیه از این عکس هم بگیرن. بخ بیکاری؟
اما دیگه هیچ کدوم از بچه ها نمیرم اتلی، اما نه حداقل برید یه 4 تا عکس اتلی داشته باشین که ناره عکس ازتون خواستن، فقط 3 در 4 نداشته باشین جای رسمی منظورم. اینا ضبط میشه؟ اینا ضبط داره میشه؟ متاسفانه اینا رو ضبط میشه و اینا قراره تو آپارات بارگذاری بشه، بچه من فیلم ها رو تا یه هفته بیشتر تو آپارات نمیذارم. آره خب آها این ماهیچه ها رو بررسی کنیم. اینجا تو این شکل چیا مهمه؟ اینکه کدوم روی کدوم زیره، یعنی کدوم ماهیچه رو قرار گرفته کدوم ماهیچه زیر قرار گرفته. خب الان ماهیچه زوز... یعنی تو سطح جلوی تو سطح پشتی دیده میشه. ماهیچه زوزنقه هم تو سطح جلویه هم تو سطح پشتیه. ماهیچه زوزنقه کدومه؟ به این میگن ماهیچه زوزنقه. به این یه ماهیچه زوزنقه این که اینجاست، هم جلو ماهیچه زوزنقه میشه هم پشت ماهیچه زوزنقه میشه. خب ماهیچه دلتا اینه، این ماهیچه دلتایی، این هم تو سطح جلو دیده میشه هم تو سطح جلو هم پشت دیده میشه. خب پس زوزنقه دلتایی تا اینجا تو سطح جلوی پشتی دیده میشه. دیگه ماهیچه به نظرتون داریم توی سطح جلوی پشتی دیده بشه هر دوتا؟ داریم نداریم؟ بستگی داره. مثلا یه ماهیچه دیگه داریم اون پایین اسمش هست ماهیچه سورینی. میدونی چرا؟ چون میشینن روش سور میخورن. ما یه چیز داریم، یه حرکت داریم توی اصفهان، قفل بس شما بکنم، یه حرکت داریم تو اسم، وقتی سفره میذارن وسط خونه رو فرش، میشینن دور تا دور، خب مردم دور تا دور نشستن سفره میذارن وسط خونه، ولی بفرمایید سر سفره، بفرمایید سر سفره، اینا دیگه پا نمیشن مثلا یه متر رو پاشن برن بشن سر سفره، به خاطر یه متر پا نمیشن. چی کار میکنن؟ شما فکر میکنن میگین کینگسو نه؟ آفرین. آره شما این کینگسو میرن. آره ما بهش میگیم کونسوره میرن، و این که سور میخورن میرن تا سر سفره. سوره آقا اسم ما حداقل بیشتر به این چیز نزدیکتر، کونسوره. سور میخورن میرن تا اینجوری اینجوری سور میخورن میرن خودشون میرسونن به سفره. خب اوکی شما میگه اوکی. حالا آقا این ماهیچه سورینی اصلا واسه هم اسمش گذاشتن سورینی، چون قرار باش سور بخورن. و این که اینجا رو من چیز میکنم، زیگزاگی میکنم خودم رو، بوغ میزم. خب اون یکی ماهیچه هم معنی میده. آره خب هم من میدونم هم معنی میده. بعد آها این رو داشتم میگفت اصلا رفتیم بس منحرف کردیم. مثلا یکی مثل کیم کارداشیان سورینیش هم از جلوی دیده میشه هم از پشت دیده میشه. اوکی پس بستگی داره، ولی کلا زوزنقه دلتایی از جلو پشت دیده میشه دیگه. اون سورینی رو تو اکثرا از پشت از جلو نمیبینیم، از پشت میبینیم. اما این از این قسمت. خب اما بریم سراغ یه ماهیچه دیگه. یه ماهیچه دیگه داریم به اسم ماهیچه سه سر، یه ماهیچه داریم به اسم ماهیچه دو سر، ماهیچه سینه ای، ماهیچه شکمی، توام، چهار سر و دو سر. سه سر بازو جلو، این ماهیچه قلمبه اینجا، این ماهیچه سه سر. خب این که زیرشه ماهیچه دو سر. چهار سر ماهیچه‌ای که روی پای، دو سر ماهیچه‌ای که زیر پای. چهار سر و دو سر. آه چرا؟ آخ من برعکس کنم. یه لحظه. دو سر روی دست و زیر پا.
دو سر روی دسته و زیر پا. دو سر روی دسته و زیر پا. روی دست زیر پا. اوکی. دو سر روی دسته و زیر پاست. روی دست زیر پا. سه سر زیر دسته، چهار سر روی پا. چهار سر روی پا. خب پس دو سر رو هم تو دست داریم هم پا. روی دست زیر پا. این دو سر. ماهیچه شکمی که حالا این سیکس پک داره. سیکس پک چه سیغه‌ایه؟ آدم باید وان پک داشته باشه. ماهیچه سینه‌ای، بعد ماهیچه توام هم که پشت ساق پاست. همین. همین چهار تا ماهیچه، چهار پنج تا ماهیچه رو گفت. ولی شما دقت کنید ماهیچه شکمی گفته، خودش مثلا 10 تا ماهیچه دیگه اونجا هست نگفته. اصلا برش بخوره 4 لای ماهیچه برش می‌خوره. وقتی شکمی رو می‌خوام برش بدن. خب از سینه همینطور نگفت دیگه، ولی گفت شکل سینه این شکمی چطور پیدا گفت. حالا این یه چیزی که اهمیت داره، اینا شاید تو این شکل خیلی اهمیت نداشت ولی این شکل اهمیتش بیشتره، اینکه دو سر به چیا وصله، سه سر به چیا وصله. این استخوان زند زیرینه، این یکی زند زبرینه. خب این ماهیچه، ماهیچه سه سر، این ماهیچه، ماهیچه دو سر، ماهیچه دو سر به زند زبرین وصله و این دو تا سری هم که اینجا داره به چی وصله؟ به کتف وصله. ماهیچه سه سر به زند زیرین وصله و باز به کتف وصله. و در امتداد به این استخوان چیزم وصله، به استخوان بازو هم وصله. اوکی این شکلیه که اینجا اهمیت داره یه ذره. یه ذره که چه عرض کنم اهمیت داره. خب میگه بسیاری از ماهیچه‌ها به صورت جفت با حرکت اندام میشن، به صورت جفت، زیرا ماهیچه‌ها فقط قابلیت انقباض دارن، ماهیچه جماعت فقط منقبض میشه. ما ماهیچه رو دیگه کش نمیاریم، نمیکشیمش، کش بری پاره میشه، نکش همونجون نکش. ماهیچه یا منقبض میشه یا استراحت میکنه یا به حالت اولش برمیگرده. ماهیچه یا یه متر یا نیم متر، هیچ وقت ماهیچه نمیتونه 1.5 متر بشه. ماهیچه رو میتونیم کوتاه کنیم، میتونیم به حالت اولیش برگردونیم، یه نمیتونیم بکشیمش که. خب دست میخواد انقباض انجام بده، مثلا دو تا معمولا باید دو سری ماهیچه داشته باشیم. یه سری از ماهیچه ها جفتن و چی کار میکنن؟ عملکردشون مخالف همه. مثلا دو سر وقتی منقبض میشه دست خم میشه، سه سر وقتی منقبض میشه دست باز میشه. خب فیگور میگیرن دو سرشون رو منقبض کنن. همه ماهیچه های اسکلتی هم باز حرکت استخون نمیشن. مثلا اسفنکتر ابتدای مری، یک سوم ابتدای مری، اسفنکتر انتهای مخرج، اسفنکتر انتهای میزراه، زبون، پلک، اینا باعث حرکت استخون نمیشن. یه هم ارادی هم غیر ارادی دستگاه عصبی، دستگاه عصبی پیکری بهشون دستور میده بچه ها. دستگاه پیکری غیر ارادی باشه میگن انعکاس داره انجام میده. خب میگه ماهیچه همچنین با انقباض خود در حفظ شکل و حالت بدن و ایجاد حرارت هم موثرن. یکی داره خوابش میبره تو سرما، تو فیلم ها گیر افتادن توی یخچال یه چیزی، برفی بورانی کولاکی چیزی اومده، بعد میگم که نخواب نخواب پاشم مثلا ها چیز کن ورزش کن، به خاطر اینکه این ماهیچه‌ها وقتی ورزش میکنه ایجاد حرارت میکنن، دم بدن تو حفظ میکنه.
این از این. یه در برقراری ارتباطات ایفای نقش میکنه با ایجاد حالات مختلف چهره، نقشی مشابه با فرومون داره بچه ها. اونم کارش ایجاد ارتباط. بین تارها فقط اشا داریم یا پینودی هم هست؟ بین تارها قشا داریم، روی چند تا تار بافت پیوندی گرفت، قرار گرفته روی چند تا تار. اینجا اگه نگاه کنی نوشتم بافت پیوندی رشته ای، اطراف هر دسته تار، اینا دور هر دسته تار قرار گرفتن. بعد این بافت پیوندی رشته ای ها کنار هم قرار میگیرن، در انتها میشن چی؟ میشن زرد پی یا تاندون. زرد پی اتصالنده مایچه به استخوانه، ربات اتصالنده دو تا استخوانه. خب زرد پی میگه دو تا، میگه یه مایچه رو وصل میکنه به دو تا استخون مختلف، استخونه مختلف وصل میکنه، با انقباض مایچه دو استخون به طرف هم کشیده میشن. حالا یه کوچولو کافی منقبض بشه تا استخون خیلی حرکت کنه، مهم نیست. اینجا میگه سل مایچه اسکلتی چند هسته‌ایه. این چند هسته‌ای بودنش به خاطر چیه؟ میگه تو دور جنینی از به هم پیوستن چند یاخته ایجاد میشه. یعنی در واقع این شکلی بود که تو دور جنینی مایچه اسکلتی تک هسته‌ای بودن، بعد کنار هم قرار میگرفتن، باز بیشتر کنار هم قرار میگرفتن میشدن یه سلول. این نبود که سیتوکینز انجام ندن، نه نه، این تو انجام دادن، سیتوکینز انجام دادن، بعد اینو با هم میچسبیدن میشدن یه سلول. اوکی، این نبود که در اصل عدم سیتوکینز این اتفاق بیفته. بعد یه چیز دیگه میخواستم بهت بگم، این بود که تو تست به عنوان تله تستیه، مثلا به عنوان یه نقطه انحرافی، مثلا همیشه میگم که آقا زمانی که در بدن انسان مایچه اسکلتی تک هسته، مایچه اسکلتی تک هسته ای یافت میشه. کی مایچه اسکلتی تک هسته ای داریم؟ مایچه اسکلتی تک هسته ای رو تو دوره جنینی داریم دیگه. فقط اون موقع موقعیه که کبدمون گلبول قرمز میسازه. بله، کبدمون گلبول قرمز میسازه، کبدمون تحت تاثیر اریتروپویتین ساخت خودش میتونه قرار بگیره. بله، کبدمون میتونه تحت تاثیر اریتروپویتین ساخت خودش قرار بگیره. خب یا اون موقع دقیقاً برابر با موقعیه که تیسه باعث نما به دستگاه عصبی میشه، درسته؟ وقتی مایچه اسکلتی تک هسته‌ای داریم دقیقاً همزمان با موقعیه که تیسه سبب نمو به دستگاه عصبی مرکزی میشه، درسته؟ آفرین. چون کودکی و جنینیه، هم کودکی هم جنینی. خب اوکی. میگه درون هر سلول تعداد زیادی رشته به اسم تارچه مایچه قرار داره که موازی هم در طول قرار میگیرن. بعد گفته تارچه از واحد تکراری به اسم سارکومر تشکیل شدن که به تار ظاهر مخطط میده. دو انتهای هر سارکومر خطی به اسم زده. گفته آیا با توجه به شکل 13 میتونین علت این نامگذاری رو حدس بزنین؟ حالا من توجه شما رو میخوام به یک مورد بسیار علمی، جمله بسیار علمی کتاب دقت کنم، میخوام در حد سواد نویسنده کتاب رو بتونشون بدم. گفته با توجه به شکل حدس بزن چرا خط زد رو اسمشو گذاشتن، چرا خط زد رو اسمشو گذاشتن زد. با توجه به شکل حدس بزن. به خاطر حالت زیگزاگشه؟ نه بابا، آلمان که بودیم بهمون یک کلمه یاد دادن به اسم زویشنشیب که به زبون خودمون میشه حد وسط. از لحاظ علمی چون خط زد دوتا سارکومر رو از هم جدا میکنه و وسطشونه، این شکل نامگذاری شده.
که اول اون کلمه سخته رو همون زویشنشی رو برداشتن گذاشتن رو این خط. ولی خب نویسنده کتاب میگه میشناسین گاوه، گفته با توجه به شکل بگین چرا اسمش زد هست. خب دیگه میگفتی چه خبره ها؟ با توجه به شکل کلمه زویشنشی رو بچه ها باید حس میزدین. داشت فان میکرد قضیه رو میدونی، ما جدی نگیریم. بنده خودی چیز گفت والا شوخی داره، میگه ظاهر مخطط. خیلی از معلم ها میگن چیزا، خیلی از معلم ها میگن خط زد به خاطر حالت زیگزاگشه که بهش میگیم زد. خب وقتی کتاب اینه از معلم چه انتظاری شده؟ میگه ظاهر مخطط این سلول ها، همه میگن. خب دیگه همه میگن ظاهر مخطط این سلول ها به دلیل وجود دو نوع رشته پروتئینی اکتین و میوزینه که به آرایش خاص کنار همن. رشته اکتین نازک از یه طرف به خط زد وصلن، اکتین نازکه، میوزین ز داره زخیمه، می داره در سطح میانیه. اوکی چرت و پرت میگم هیچ، دقت نکن. آها اینجا این شکله بهتر مشخصه، این شکله، این مایچه، مایچه دو سر، یه زنده زبرینو، یه بازو، یه کتف وصله. اون شکل خیلی واضح نبود ولی این شکل واضح تر. اینجا به کتف وصله مایچه سه سر، به خود بازو وصله و به زند زیرین. میکرو نکته گفته بود چی؟ میکرو چه نکته گفته بود؟ روشن شایب کلمه آلمانی گفته بود برکلا. zwischen scheibe zwischen scheibe بله هم گیم zwischen scheibe. مرسی علی. خب zwischen scheibe حتی زدش خونده نمیشه، zwischen scheibe. من آلمانی نخوندم چه میدونم، سعی میزم دادش هم بپرسم. اما این از این، اینجا این اکتی، این میوزین رو نگاه کن، دو تا رشته است، ساختار چهارم پروتئین ها رو داره، ساختار دو تا ژن در ساختش دخالت داره. دو نوع ژن در ساختش دخالت داره. بعد که اینا رو دیدیم حل، اینجا داریم میبینیم که حالا صفحه بعد من توضیحات میدم. این شکل روبرو، این شکل روبرو یه شکل بود که اینجا کلن توضیح داشت ATP کجا متصل بود که میشد ADP، ADP بعد جدا میشد فلان اینا، اینا دیگه توضیحاتش حذف شد، فقط یه شکل کوچولو واسه شما مونده که ATP میچسبه به این و باعث سیخ شدن این میشه، همین باعث این میشه که این به سمت بالا حرکت کنه. یه چیزی از تجزیه ATP و فلان اینا نگفته. اینو فقط میتونیم، این نکته رو میتونیم بگیم.
الان فقط این نوع میشه ازش مطرح کرد که زمانی که مولکول ATP به میوزین متصل میشه، سر میوزین به حالت قائم در میاد، همینطور قائم به مولکول اکتین متصل میشه و قبلش از اینو باید یه چیزی اضافه کنیم اینجا. ابتدا از اکتین جدا شده و دو تا رشته شبیه هم نیستن. دو رنگ مختلف. اینجا یه سری باگ داریم. باگ اون چیه؟ آهای میرشته زخیم. میرشته نازک. اوکی. سه باگای این شکله. خودم ترجمه کردم از روی کتاب فیزیولوژی ولی باید ریزه کاری داشته هنم سرید شد. آقا این از این اینا رو اصلاح کنیم. بستگی به قدرت انقباض. نگاه کن یه جای تو شکل کتاب شما اکتین ها به هم نچسبیدن، ولی اینجا تو این شکل اکتین رو هم چسبیدن. اینکه اکتین ها یا از هم فاصله دارن یا ندارن یا فلان اینا، این بستگی به قدرت انقباض و شدت انقباض داره که آیا اکتین ها همه به هم میچسبن یا نمیچسبن. وسط این قسمت اینجا رو بهش میگن صفحه هنسن. بهش میگن چی؟ صفحه هنسن. صفحه هنسن نیست تو کتاب درسی شما. نیست تو کتاب درسشون. یه قسمت اینجا داریم، اسمشو من گذاشتم نوار چی؟ تیره. نوار تیره جاییه که میوزین هست، جایی که میوزین هست. نوار تیره هم همونجاست. سوال پیش میاد آیا رشته فنری شکل چیه؟ یه سری رشته هایی که میوزین ها رو متصل کرده به خط زد که شما نمیخونی. سوال پیش میاد آیا رشته های میوزین کوتاه میشن؟ گفتیم رشته های میوزین کوتاه بشو نیستن. پس نوار تیره آیا کوتاه میشه؟ نه، نوار تیره هم کوتاه نمیشه. چرا؟ چون نوار تیره برابر با طول میوزین هست. پس نوار تیره هم کوتاه نمیشه بچه ها. اوکی. کنار این قسمت جایی که فقط اکتین ها هستن و اسمشو گذاشتن نوار روشن. جایی که فقط اکتین ها هستن و اسمشو گذاشتن نوار روشن. فقط اکتینه. اکتین و میوزین با هم باشه، کلا میوزین باشه، میشه نوار تیره. اکتین خالی باشه، میشه نوار روشن. خب این نوارهای روشن کوتاه میشن، ولی به این معنا نیست ولی به این معنا نیست که
اکتین ها کوتاه میشن. ما دیدیم اینا به سمت هم سر میخوردن، به سمت هم که سر میخورن این فنران یا کن جمع میشن اینجا دیگه، نوار روشنی نمونه، خیلی کم میشه نوار روشن، خیلی خیلی کم میشه. اوکی، نوار تیره ولی ثابته، نوار تیره ثابته، نوار روشن خیلی خیلی کم میشه. این هم که شکل میوزین ها که سر داره و دم داره و اینا، بعد سرش میتونست وصل بشه به این نقاط اتصال، محل اتصال میوزین که با این سبز رنگه پوشیده شده، با تروپومیوزین پوشیده شده. اسم تروپومیوزین و تروپونین تو کتاب درس شما نیست. دور تارچه ها رو اگه نگاه کنی شبکه آندوپلاسمی داریم میبینیم، دور تارچه ها نه دور تار، دور تار که قشاست. صفحه هنسه موقع انقباض ناپدید میشه، بستگی داره که شدت انقباض چقدر باشه، ولی تو کتاب درس شما صفحه هنسه نیست. اینجا مکانیسم انقباض کامل اومدم گفتم دیگه، انتقالنده عصبی میاد، کانال دریچه سدیمی باز میشه، سدیم که بیاد داخل تغییر ولتاژ اتفاق میفته، شبکه آندوپلاسمی یه سری کانالای دریچه دار وابسته ولتاژ کلسیومی داره، باز میشه کلسیوم میریزه بیرون، کلسیوم بریزه بیرون چه اتفاق میفته؟ میاد متصل میشه به تروپومیوزین ها، بخشید متصل میشه تروپونین ها، تروپومیوزین ها رو جدا میکنه. اگه ATP باشه سر میوزین متصل میشه، سر میوزین متصل بشه اینو به سمت وسط هول میده. مکانیسم انقباض مایچه اینجا توضیح دادم. اما تا اینجا هیچ صحبتی از کلسیوم نشده، اکتین با کلسیوم ارتباط داره دیگه، بله، تا اینجا هیچ صحبتی از کلسیوم نشده بود، اما یهو اومده گفته توقف انقباض پس از آزاد شدن کلسیوم از شبکه آندوپلاسمی. تو کجای کتاب تا حالا گفتی کلسیوم واسه انقباض از شبکه آندوپلاسمی نیازه که اصلا آزاد بشه؟ هیچ کجا. چرا پس اینا اینجا اومده گفته؟ به خاطر اینکه اینا تو متن اولیه کتاب 11م که سال 96 چاپ شد، اولین کتاب 11می که پیشنویسش اومد بیرون، این چیزایی که من اینجا توضیح دادم این چیزا تا حدی بود، تا حد زیادی بود، خب 70% بود، بعد یهو دیدن اینا سخت و اینا، بعد کلا پاک کردن مکانیسم انقباض کلسیوم و اینا رو، تروپومیوزین و تروپونین یهو حذف کردم، یادشون رفت تو توقف انقباض اینجا این کلسیوم رو حذف کنن و این کلسیوم موند از اونجا موند. اینا انگار یه باگی خالی هست به خاطر اینه. تو پیشنویس کتاب بود ولی وقتی کتاب چاپ شد دیگه نبود توش. میگه پس از آزاد شدن کلسیوم از شبکه آندوپلاسمی این یون ها به سرعت با انتقال فعال برمیگردن به شبکه آندوپلاسمی، اکتین میوزین جدا میشه تا پیام عصبی بعدی در حالت استراحت میمونه. انرژیشون از کجا میگیریم؟ 5 تا فرایند هست که انرژی تامین میکنه. 1 گلوکوز، 2 گلیکوژن، اگر اکسیژن باشه تا چند دقیقه میتونه تامین کنه. واسه انقباض طولانی تر ما از اسیدهای چرب استفاده میکنیم، در اثر سوختن تریگلیسیرید ها به طولانی، علاوه بر اینکه لاغر میشیم پیاش خونمون هم به حالت اسید تغییر پیدا میکنه. چرا؟ چون اسیدها آزاد میشن داخل خون دیگه. خب پس 3 اسیدهای چرب. 4 چیه؟ 4 میایم از ماده استفاده میکنیم به اسم کراتین فسفات. کراتین فسفات برای چی بچه‌ها؟ به خاطر اینکه کراتین فسفات یه ماده‌ای که سریع السیر میتونه ATP در سطح پیش ماده بسازه. ATP در سطح پیش ماده، ما 3 روش ساخت ATP داشتیم، اکسایشی، نوری، در سطح پیش ماده. در سطح پیش ماده واسه وقتی بود که ADP رو میمادیم بهش یه فسفات میچسبوندیم، از یکی میکندیم میچسبوندیم به ADP، ATP در سطح پیش ماده میسازیم. خب کراتین فسفات یه ماده زائد نیتروژن داره که سمی از طریق ادرار دفع میشه. و آخرین موردش چیه بچه‌ها؟ لاکتیک اسیده. تخمیر لاکتیکی انجام میدیم.
واسه اینه که تخمیر لاکتیکی فقط زنده بمونیم، نه اینکه ای تی پی زیادی تولید بشه. در صورت تخمیر لاکتیکی بچه چند تا ای تی پی واسه ما تولید میشه؟ تو مکانیزم تخمیر لاکتیکی دو تا، فقط دو تا ای تی پی تولید میشه. هدف تخمیر لاکتیکی چی بود بچه؟ هدف چی بود؟ چرا تخمیر رو انجام میدادیم؟ هدف بازسازی چی بود؟ جلبکای عزیز، هدف بازسازی اندی مثبت بود. هدف تخمیر لاکتیکی فقط انجام میدادیم که اندی مثبت رو بازسازی کنیم که بتونیم اون دو تا ای تی پی حداقل بسازیم که نمیریم. در اثر تخمیر لاکتیکی، در اثر تخمیر لاکتیکی اگر اکسیژن نباشه میریم تخمیر لاکتیکی، تخمیر لاکتیکی هم تو سیتوسول انجام میشد. خب ماده ای به اسم لاکتیک اسید توی سلول های مایچه تجمع پیدا میکنه. لاکتیک اسید باعث گرفتگی و درد مایچه میشه. لاکتیک اسید اضافی به تدریج تجزیه میشه و اثرات درد و گرفتگی مایچه چی میشه؟ کم میشه. لاکتیک اسید اضافی به تدریج چی میشه؟ تجزیه میشه. اثرات درد و گرفتگی مایچه باز ترک گیرنده های فاقد غلاف پیوندی میشه. خب اما دو تا پارت کوچولو دیگه مونده. انواع سلول بافت مایچه، ما دو سری سلول بافت مایچه داریم. تار مایچه کند داریم و تار مایچه تند داریم. کند و تند. خب اینجا این جدولی اشکالی داره، اصلاح کنید. خب اولا آقا تند و کند و ما توی مایچه قلبی و صاف هم میبینیم یا نه؟ سوال گفته یاخته های مایچه را میتونم به دو نوع سلول تند و کند تقسیم کرد. سوال اینجاست آیا ما تو مایچه صاف هم میبینیم؟ نه، ما اینا رو تو مایچه صاف اینا نمیبینیم. این تقسیم بندی بر اساس سرعت انقباض است. بسیاری از مایچه های بدن هر دو سلول داره. منظور مایچه اسکلتی بچه ها. خب حالا دو نوع سلول مایچه چی هست؟ بیم بررسی کنیم. آقا ما مایچه تند داریم، مایچه کند داریم. میگه اینو رنگشون با هم یکم فرق میکنه. مایچه تند سفیدتره، مایچه کند قرمزتره، تیرتره. مایچه تند و کند چه فرقی میکنه؟ آقا مایچه های کند که استفاده میشه، مایچه تند که استفاده میشه. یه موقع میخوای حرکت اولا بر اساس سرعت انقباض تقسیمشون میکنه. تندها سریعتر منقبض میشن، کندها آهسته تر. اوکی این یک. دو، یارو میخواد بره دو سرعت، مثلا 100 متر تو 5 ثانیه 10 ثانیه به بدوه. خب اینجا سرعت مهمه، اینجا تار مایچه تند یارو باید زیاد بشه. یارو میخواد یه وزنه رو از رو زمین بلند کنه بره بالا. خب یه وزنه میخواد یه ببره بالا 30 ثانیه طول میکشه این کارو بکنه. تار مایچه کندش اونجا فعاله. آره یا تندش چند ثانیه داره انجام میده؟ وزنه‌برداری تندش فعاله. 30 دقیقه که طول نمیکشه، 30 ثانیه تندش فعاله. آفرین، 3 ثانیه کافیه منقبض بشه. 3 ثانیه انقباض. تار مایچه تند واسه حرکات سریع، تار مایچه تند واسه حرکات سریع، ولی کند واسه حرکات طولانی و آهسته و پیوسته. مثلا یکی میخواد دو ماراتون، خب دو ساعت شنا کنی، اینا تار مایچه کند تو فعال کن. خب حالا چرا تند چرا کند هستن؟ ما یه رنگ دانه داریم غیر از ملانین که تو چشممون و تو پوستمون و اینا هست، تو خاله هامون اینا هست. یه رنگ دانه‌ای داریم به اسم میوگلوبین که مشابه هموگلوبینه. کارش چیه؟ کارش فقط و فقط ذخیره اکسیژنه، هیچ گاز دیگه ذخیره نمی‌کنه، فقط اکسیژن ذخیره می‌کنه، فقط اکسیژن ذخیره می‌کنه. میگه این تارها اونهایی که مایچه‌های کند هستن واسه حرکات طولانی نیازن، خب میتونن
میوگلوبین بیشتری داشته باشن که اکسیژن بیشتری هم استفاده کنه که ATP بیشتری به دست بگیرن. بیشتر انرژیشون رو از طریق هوازی به دست میارن، یه ذره شو بی هوازی به دست میارن ولی بیشترش هوازی. تار مایچه تند برعکسه، بیشتر بی هوازی، میوگلوبینش هم کمتره. میوگلوبین رنگدانه قرمزه، هر چقدر بیشتر باشه قرمزتره، تو کندها بیشتر قرمزه، تو تندها کمتر سفید. افراد کم تحرک یه تار مایچه تندشون بیشتره که با ورزش تارای نوع تند به کند تبدیل میشه. اینجا همیشه از ما سوال میپرسن، میگن که آقا ما ورزش کنیم تندمون به کندمون تبدیل میشه، آیا ورزش نکنیم کندمون به تندمون تبدیل میشه؟ که میگم نمیدونم. خب بعد این که اونی که اکسیژن بیشتری میخواد یعنی تنفس هوازیش بیشتر، پس میتوکندری بیشتری میخواد، یعنی تار مایچه نوع کند CO2 بیشتری تولید میکنه تا تند. اوکی، تار مایچه نوع کند CO2 بیشتری تولید میکنه تا تند، میتوکندریش بیشتره، ذخیره اکسیژنش چیه؟ بیشتر. هر دو تا لاکتیک اسید تولید میکنن و ولی تندها خیلی بیشتر تولید میکنن تا کندها. بعد گفت بسیاری از مایچه های بدن هر دو نوع این سلول دارن، یه سری از مایچه های بدن ممکن فقط کند باشن یا فقط تند باشن. خب این از این. بعد یه چیز دیگه میخواستم بگم یادم رفت. یه چیز میخواستم بگم یادم رفت. چی فرستادی؟ اوها، اوکی اوکی، آه تبدیل میشن، پس جواب سوالتون رو گرفتید. مرسی از سلیمانی. ویکی‌پدیا نداشتیم میمردیم. خب پس اون مقدار تخمیر لاکتیکیش بیشتر مایچه تند نسبت مایچه کند، ولی کند هم تخمیر لاکتیکی داره کمتر. بعد اینکه اینو میخواستم بگم که حالا این مقدار ATPشون چه شکلیه. اینجا نگاه کن ببین، مایچه تند میخواد یه حرکتی انجام بده، نیاز به گلوکوز داره. مایچه تند تو یک دقیقه، تو یک دقیقه هم نه، تو مثلا 10 ثانیه میان 100 تا گلوکوز استفاده میکنن و از هر گلوکوز میتونن 2 تا ATP بسازن دیگه، 200 تا ATP میسازن. 200 ATP تو 10 ثانیه ساخته میشه از 100 تا گلوکوز. مایچه های کند تو مثلا 10 دقیقه طولانیه، 10 دقیقه یا نه اصلا بگیم، ما اصلا اینو بگیم 1 دقیقه، اینو بگیم 60 دقیقه، یعنی 1 ساعت میان چی کار میکنن؟ از 100 تا گلوکوز سه هزار تا ATP میسازن. از 100 تا گلوکوز 3000 تا ATP میسازن، بجا 200 تا ATP ساختن. اینا تو یه دقیقه 200 تا ATP میسازن. و اینا توی 60 دقیقه میان 3000 تا ATP میسازن. این تار مایچه تند شاید مثلا من بهتر بود میگفتم مثلا 3000، یه لحظه
الا این آروکه، این پرمینتش در دقیقش میشه 50 تا ای تی پی، ولی این تو یه دقیقه مقایسه کن، تو یه دقیقه اون 200 تا ای تی پی میسازه. واسه همین تندها به صرفه ترن واسه حرکات سریع، ولی تند جماعت یه دقیقه بیشتر جواب نمیده دیگه، بعد از یه دقیقه دیگه کار نمیکنه، میگه من خسته شدم برو سراغ کند. کسی تندش بخواد یهو بخواد ATP کلی ATP مصرف بشه میره سراغ تند، ولی در بازه کوتاه کند تو بازه طولانیه. میخوام برم از روی رد شم. درسته که مقدار ATP تو دقیقش کمتره ولی طولانی تر. پس بر اساس سرعت انقباض، نه شدت انقباض یا چیز دیگه، سرعت انقباض اینجا مهمه. و آخرین مورد حرکت در جانوران، اول تندو عمل میکنن و بستگی داره به اینکه سرعت انقباض چقدر باشه، زیاد باشه اول تندت، کم باشه اول کند. حرکت در جانوران، یه جانوران حداقل تو بخشی از زندگی خودشون میتونن جابجا بشن، یعنی یه زمان ممکن هم یه زمان تکون میخورده الان افتاده باشه یه گوشه جم نخوره از سر جاش، خب حداقل یه زمانی بوده تو زندگیش که جم بخوره، حالا یا شنا میکرده یا پرواز میکرده یا میدوده میخزیده میچریده، نمونه از این حرکاتن. با این وجود اساس حرکت یکیه، اساس حرکت طبق قوانین فیزیک اینه که شما به پشت نیرو وارد میکنی حرکتت به سمت جلوه. خب اساس حرکت اینه، نیرو باید برخلاف جهت حرکت بشه، این اساس حرکت تو هم هست، چه میخوای شنا کنی همینه، به پشت نیرو وارد میکنی به جلو میری، پرواز میکنی همینه، میدوی همینه. اوکی، ساختار اسکلت میگه متفاوته. عروس دریایی اسکلت آب ایستایی داره، آب تو بدنش، یعنی آب از تو بدن عروس دریایی بکشی بیرون شبیه کیسه زباله میمونه که انداختیمش لب دریا، خب کیسه پلاستیک فریزر پوخالیه، عروس دریایی شبیه بادکنکیه که بادش کردی بعد خالیش میکنی، میخوای بکنی دست تو کافی از اون بادکنکی باد کردی برداری، این بادکنکه میاد بادش خالی میشه و میره میفته گوشه. خب حشرات و حلزونها، بچه ها ببینید تو کتاب شما حلزون هست هنوز؟ بکنم هست فود کسی کتاب 11 هم داره. حشرات از جانوران دارست که بیرونی هست، آره حلزون هست فود، این حواستون باشه. که چیکار میکنه؟ میگه اسکلت بیرونی از یه حدی نمیتونه بزرگتر بشه. چرا؟ به خاطر اینکه انقدر سنگین میشه که نمیتونه حرکت کنه، باعث ایجاد محدودیت توی حرکت جانور میشه. مهره داران هم اسکلتشون خب داخلیه، آن سخت پوستان نوشته. اوکی، حلزون هم خارجیه، چرت میگه چه نگفت. مهره دارن میگه اسکلت درونی دارن، انواع از ماهی ها مثل کوسه ماهی سفره ماهی اینا اسکلت دارن ولی استخون ندارن. اسکلت به معنی استخون نیست، میتونه اسکلتش غضروفی باشه. در سایر مهره دارن استخوانی است که غضروف نیز دارد. ساختار استخونن تو این جانوران شبیه انسانه. اسکلت آبیستایی درونی تو بدن ماهیان غضروفی علاوه بر کلیه غدد راست روده‌ای دارن که نمک سدیم کلرید به سر غلیظ و روده دفع میکنن. همه مهره دارن غضروف دارن ولی الزاما استخون ندارن. سوال 98 چند میشه؟ هر تار بیشتر داره از بمپیوستن چند سلول رو جنی ایجاد شده؟
مقدار زیادی هموگلوبین میوگلوبین داره که انرژی خود رو به کندی هر تار که میوگلوبینش زیاد نیست. قید باز گوشته غلط. 87. هر تارچه تارچه ها تصویر قشن از اون تار بود، هسته نداره اصلا تارچه، اون تاره. تدایی باید تکراری به اسم سارکومر هست، بله. بافت پیوندی نه، اون دست تاره. آخری مورد، کدام گزینه میتونه جمله زیر رو به درستی تکمیل کنه؟ برای ساخته شدن ماهیچه دو سربازو چند میشه؟ به حضور بیش از یک نوع بافت اصلی که نیاز هست. ماهیچه میخواد بافت پوشش داره، عصبی داره، کوفت و زهرمار داره. مجموعه از تارها در یک قشا نیست، مجموعه از تارچه هاست در یک قشا، نه تار. دقت کن، تار خودش سلوله، قشا دور تاره. ها گذاشته جلبک به غلطه، فقط به حضور تار ماهیچه تون نیاز، غلطه. شبکه اندوپلازمی اطراف هر تارچه رو احاطه کرده، ولی گفتم اطراف هر انگشت من و انگشتمو نشون دادم، گفتم اطراف هر تارچه شبکه اندوپلازمیه. پس جواب شد چند؟ شد دو. خب اینم از پایان فصل سه که با هم دیگه فصل سه رو هم به اتمام رسوندیم. بچه ها من کلاس رادیو بهتون باز تو گروه اطلاع میدم، فردا صبح باز کلاس داریم، مبحث بهتون میگم. خسته هم نباشید، خیلی مخلصیم، افادتون بشم عزیز دلید، قربون شما، متشکرم، سلامت باشین. خدافظ.